خب سلام بچه ها، من ایکسایس هستم. برخلاف ویدیوهای قبلی نگفتم ای گایز، های نیو ایکسایس هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. میخواستم چند تا پلتفرم معروف رو بهتون معرفی کنم که خیلی تو دنیا اینا استفاده میشن و طرفدار زیادی دارن. یوتیوب، اسپاتیفای، نتفلیکس و بهترین و معروفترین پلتفرم چیزی نیست جز آپارات. خب گایز، من اینجا هم که بهتون ثابت کنم چرا این سایت اینقدر به درد نخوره، چرا اینقدر سیاستاشون بده، چرا اینقدر من هیت دارم راجبش. خیلی مزخرفه این سایت. اومدم پته آپاراتو بریزم رو آب. خیلی سایت مزخرفیه. حالا میگید چرا؟ من میگم اصلا چرا باید وجود داشته باشه؟ چرا؟ میخوام درباره این سایت خیلی خفن براتون توضیح بدم. بیاید بریم توی PC من تشو بیارید. همینطور که میبینید این آپارات معرفی حضورتون باید باشه. بزنم تو داشبورد خودم، متاسفانه منم حساب دارم تو اینجا یا نمیذارم دیگه. بیایم تو ویدیوهای من. گیم مودای فورتنایت 79 تا بازی گرفته، 87 تا از این گیم پلی، 703 تا از این گیم پلی، 881 از این گیم پلی. خلاصه اینجوری که میبینید ویو گرفته. میایم بالاتر اینجا، این عدد رو شما نگاه کنید، نزدیک به 2K ویو روی این کانتنت، 1400 هم روی این کانتنت. از این ویدیو به بعد من شروع کردم یوتیوب فعالیت کردم، با یوتیوب آشنا تر شدم. قبلش هم توی یوتیوب کانتنت ها رو میدیدم، یوتیوبرهای مختلف، آریا، کوسر، فرشاد، همشون، همه کسایی که تاپ بودن دیده بودم کانتنت هاشون توی چه سطحی، چه لولیه و چه استانداردی یا استانداردهایی رو داشته باشی تا مثلا باحال باشه ویدیوت از نظر ادیت، از نظر کوالیتی دوربین، از نظر همه چی، صدا بعد کوالیتیش بالا باشه. از این ویدیو به بعد من سعی کردم که کانتنتم رو ببرم برسونم به اون حالت استانداردی که معرفی شده. همینطور که میبینید ویوها اومده پایین از این ویدیو. تمرکز اصلیم گذاشته بودم واسه یوتیوب از اینجا به بعد، بعد واسه آپارات هم آپلود میکردم، اووردم مثلا اینو گذاشتم، بعد یکی دیگه اینو گذاشتم. این ویوها رو ببینید اصلا. حالا اینم این نکته هم بیاد ببینید، پایین تر که میرین ویدیو قدیمی رو که میبینیم توی آپارات اصلا تامنیل وجود نداره، ادیت مزخرف و شخمی، ببخشید ولی شخمی، هر جور شخمی، خیلی مزخرف. سمنین تامنیل نداره هیچی. تو این تامنیل رو نگاه اون موقع واسه خودم خوب بودا، خب ولی خیلی مزخرفه. الان میایم بالاتر، کارو پیشرفته میبینی، مثلا میبینید کارم پیشرفت کردم. حالا میتونید برید توی آپارات، متاسفانه هست تو کانال، برید ببینید که چه ادیتی هست، چه ویدیوهایی هست با چه استانداردهای درستی، کوالیتی بالایی. ولی ویدیوهای اولم کوالیتی نداره درست، ولی چی ویو گرفته. اینا رو همشو گفتم که چی، برسیم به این که آپارات مزخرفه. به خاطر چی؟ به خاطر این که هر چی کانتنتت مزخرف باشه ویوش نسبتاً بالاست. یا اینم میتونه برسونه که فیک توی آپارات بیداد میکنه. نمیگم توی بقیه پلتفرما نیست، ولی توی آپارات جداً دیگه خیلی مسخره شده. چرا میگم فیک هست؟ بیاید بریم توی این سایت رو نگاه کنید. بیشتر از همه در آپارات دنبال کننده داشته باش. بعد شعار این سایت هم اینجوریه، داشتن دنبال کننده بالا، معروفیت بالا. همه زحمت کشیدن اون کانتنت کریتور، الان نمیدونی اینجا چقدر گرمه وقتی این همه نور که حالا من حالا نورم یه دونه عرق میکنی، گرما هست، زحمت ادیتش هست، زحمت پول هزینه وسایلا هستش. نمیخوام چیزو بگم، ولی داشتن دنبال کننده بالا شعارشون، داشتن دنبال کننده بارا، معروفیت بالا. خب بریم پایین تر بریم چی میگم. واقعیت هایی در مورد آپارات. آپارات پربیننده ترین وبسایت ایران. آره جون عمت، آپارات خودت چیز ایرانی هم چیز نمی کنم، وای خدای من. اصلا یه دونه دلیل و سیاست مزخرف، البته سیاست بد نیست برای اونا، ولی برای ما، برای اونا منظورم کسایی که اونر و صاحب سایت آپارات هم، سیاست بدی نیست براشون. سیاستی که اومدن یوتیوب رو فیلتر کردن. ما بدون نمونه ایرانیشو داریم، یا اینکه اصلا آپارات برن، مردم مجبور بشن برن آپارات چون که یوتیوب فیلتره. اگه الان یوتیوب فیلتر هم نبود، از اینی که کامیونیتی فارسی یوتیوب فارسی هست بیشتر بود، بالاتر بود. اینم یکی از سیاستشون بود که بیایم یوتیوب رو فیلتر کنیم، آپارات بیاد بالاتر. بیایم توییچ رو تازگی ها فیلتر کنیم،
استریم آپارات بیاد بالا. به همین آسونی. نه؟ میگه آپارات پربیننده. آپارات پربیننده ترین وبسایت ایران. آره دونه پدر مادرت. آیا میدونستید 90% کاربران آپارات گیمر هستن؟ خوب شد گفتی دادا. ما شرط میبندیم شما هم گیمر هستید. درست زدید. نه من گیمر نیستم. من یوتیوبرم و گیم اصلا چیه؟ نخوندم گیمو. بهتره که گیم نزنید. بنابراین آپارات محیط بسیار عالی برای کسب درآمد و استریم و دیده شدن شما میباشد. خوب من دیدم. این کلمه رو اینجا نگاه کنید. بنابراین آپارات محیط بسیار عالی برای کسب درآمد. درآمد نوشتم. درآمد و استریم. بعضی احتمالاً خیلیاتون نمیدونستی مثلا آپارات درآمد داره. منم درآمدزایی فعال خیلی وقت فعالیت ندارم ولی درآمدمو نگاه کنید. چوس تو من پول میده با آدم آپارات به آر پی ام کانال من. به ازای هر 1000 تا الان 1300 تومن. خیلی دست و دل بازه. حالا دیگه براتون نگم چه سخیرایی واسه استریم رو میکنن. برید خودتون ببینید دیگه تو آپارات. همون یه بارم برید دیگه نرید آپارات. از من میشنوید دیگه آپارات نرید. میتوانید به هزاران دوست و طرفدار و علاقه با علاقه مشترک به گیم پیدا کنید. پشمان آیا میدانستی بسیاری از افراد از دونیت کاربران درآمد بالای 50 میلیون تومان در ماه دارن؟ پشمان 50 میلیون جمعنا پول میگیرن دونیت میشن. چرا اینقدر مزخرف این سایت و آپارات و ببریم توی لحظه توی یکی از این استریمرها. توی یکی از استریمرها که حرف درستی نیست منظورم توی استریمرات بود به کاتگوری گیم توی استریمرها چقدر این جمله بداره این بنده خدا ببینیم مثلا چند تا ویو داره. صد و 25 تا ویو داره. حاجی دیگه کانتنت ها ته کشیده بچه ها. چرا 240 پشمام کانتنت ها ته کشیده بچه ها. کار عجیب تازه کار نیست به نسبت. کی کار داری آقای فری خان؟ او پشمام بی حجاب توی آپارات نشسته داشت. من هنوز زندم. بله حاجی بره پاپچی موبایل دارم. پاپچی موبایل چیه اون نیمه ولی یه بار مردم. 19 تا ویو داره توش. همه اینا مثلا دونیت آنچنانی نمیشه. این ویدیو رو ببینید چی گفته. ویدیو خود سایت هست که فالوور فیک میشه دنبال کنند یه سابسکرایب وبسایت آلبال فیلم میکنند. میخوای در آپارات معروف بشی و همچنین از همه بیشتر دنبال کننده داشته باشی؟ بله. مایل نیستم. ما میتونیم 10000 دنبال کننده آپارات به کانال اضافه کنیم. پشمام همشون هم ریل نکنه. همشون هم واقعیه. خیلی خوش شانسیم چون ما 90% تخفیف گذاشتیم. پشمام من دیگه حتما باید بخرم این کارت من کو. لحظه بذار من کارتام رو. راستی این تخفیف برای 5 نفر خریدار اول هست و تا امشب حداکثر هست. پس عجله کن. این ویدیو رو که ما الان داریم می‌بینیم اون موقعی که آپلود شده اون شب اون شبه و امشب منم قیمت اصلی 10000 عدد دنبال کننده آپارات 1,000,000 تومان. 1,000,000 بده 10K فالوور 10K ساب بگیر. 1,000,000 تومان هست ولی تخفیف زدیم فقط 100,000 تومان. یعنی 900,000 تومان چی مثلا میاد الان تخفیف بزنه به هم چی میگی؟ یعنی 100,000 تومن بده 10K ساب پشمام من برم بگیرم. جدی همشون هم ریل هم واقعی هم فیک نیست همشون. میگونی مثلا یارو میاد صاحب این چه مثلا میاد میگونی سابش کن برو سابش کن اینو ساب کن اینو ساب کن فقط هم با 100,000 تومن میدونی میرم تو مردم میرم تو مردم میرم توی جامعه تو خیابون سابش کن اینجوری یقه میگین از ساب کن طرف ساب کن فقط با 100,000 تومن. اونم تخفیفی گذاشتن با قیمت که قیمت اصلیش 1,000,000 تومن بود. فواید اینجاش باید جالب باشه. فوایدش نمیشه. فواید داشتن دنبال کننده زیاد چیه؟ ما اصلا هیچی در این باره نمیدونیم دنبال کننده زیاد چیه. ما تا حالا دنبال کننده زیاد ندیدیم. وقتی دنبال کننده بالا داشته باشید اعتبار کانال شما نزد آپارات چند برابر میشه و ممکن است ویدیوهای شما را به هزاران نفر پیشنهاد بدهد. واو
اعتبارمون میشه کانال آپارات با این سیاست‌های خفنش میره بالا. من الان چنلمو بیاد نشون بدم. من چند تا ویدیو دیگه بجز این ویدیوهایی که اینجا هست، این آخریه، 3-4 تا گذاشته بودم به دلایل چرت و پرتی که اصلا باور نکردنیه، به دلیل فلان هست میشود، کلا اینجوریه. بعد به خاطر همین فکر کنم دیگه ریکامند نمیکنم. وقتی دنبال کننده بالا داشته باشید، گوگل ویدیو شما معتبر میشناسد. یه راه اینجا کم داره. وقتی دنبال کننده بالا داشته باشید، گوگل ویدیو شما را معتبر میشناسد و در اول جستجو نمیشه. گوگل ویدیوهای منو معتبر خودشم توی کجا؟ تو آپارات معتبر از واژه معتبر استفاده کرده. اینا خیلی بده ها، گوگل و اینجور چیزا که ما از طرف آمریکا تحریمیم، اینجا آدم حساب نمیکنه، معتبر میشناسه. وقتی دنبال کننده بالا داشته باشید، دیگران شما به عنوان شخص مربوط میدونن، دیگران شما را به عنوان شخص مربوط میدونن. اینجوریه. وقتی دنبال کنم، من فکر کنم مثلا دنبال کننده زیاد دارم، شما الان منو به شخص معروف نگاه میکنید، شخص معروف میشناسید، بعد بگن شخص معروفی میشناسید. مثلا وقتی دنبال کننده بالا داشته باشید، آپارات ویدیو شما رو ویدیو گرام پیشنهاد میدن. این گزینه یکی مونده با آخر هم که همون گزینه اوله. آره خب اینجاش هم باید جالب باشه. مرحله ثبت سفارش و دریافت کننده مرحله ثبت سفارش و دریافت دنبال کننده، تصمیم بخرید. اول باید نیت کنید بچه‌ها، اول باید نیت کنید، بعد که هم دو سوره خونید، بعد برید بوکار. خبر خوش بهتون چیه؟ سال نو مبارک. داداش خیلی عقب مونده حس میکنم واسه سال نو. این چیز سایت تعداد خرید تیم تا این لحظه 4 نفرم فقط خریدن، 4 نفر فقط خریدن. فکر نمیخوا، فکر نخرید، شما هم نخرید، فکر خیلی به درد نخوره. مثلا آنالیز اعتبار کانالتون رو میاره پایین، همه چی بعد خراب میکنه، همه چی خراب. الان متوجه شدید چرا آپارات اینقدر مسخره است؟ حالا کلی چیز دیگه هست درباره آپارات، سیاستش مزخرفه، ساپورت مزخرفی داره. اصلا باید اول باید هشدار بده داداش، تو که این ویدیو رو گذاشتی تو این چنلت، تو کانالت، به این خاطر هشدار میگیری که اگه اینو تا فلان ساعت فلان چیز درست نکنی پاکش میکنیم، یا اینکه اصلا از دید بقیه، یعنی از پابلیک درش میانی ویدیو تو اینو درست کن، همینجوری زرتی میزنه دیلیت میکنه. اینم یکی از مسخره بازیش. اصلا خودش این سایت که این سایت دیگه بود، یکی اصلا واسه آپارات نبود ولی دنبال فالوور واسه آپارات میفروخت، خودش توی اینجا آمان تبلیغ ویدیو در آپارات. تبلیغ ویدیو در آپارات یعنی چی؟ پول بده آپارات ویدیو تو معرفی کنه. خب این فیر، این جوانمردانه نیست. بری توی داشبورد تبلیغاتتون، اینجا میره ایجاد تبلیغ، وقت دیده شدنه، همونو میزنی، پول باید دیده بشی. آقا اینجوری سیاست آپارات. تا مثلا چیز مسخره، مثلا خیلی بدون مشکل، من میگم ویدیو خیلی مشکل نداشت، الان توی یوتیوب هستش این ویدیوهایی که میگم پاک شده از آپارات، ولی برداشتم بدون اینکه هیچ هشداری یه چیزی باشه زرت پاک کردم. خیلی مسخره است دیگه، ناموسم آدم این همه زحمت میکشه اینجوری میزنه، بعد هی تون تون پاک میشه ویدیو، از اینجوری هشدار میگیری چی؟ چنل هر دیگه همون یه ذره چیزی هم که نشون میداد و پیشنهاد میداد به کاربرا دیگه نشد. الان به این نتیجه رسیدید چرا آپارات مسخره است، چرا آپارات مزخرفه، چرا ای از طرف کانتنت کریتور توی آپارات، ای کسی که تو آپارات داری فعالیت میکنه، ای اسمی میداری که تو آپارات الان داشتی فعالیت میکنه، یه تویچ. میدونم کامیونیتی تویچ خیلی گندتره، پیشرفت سختره، ولی اذیت نمیکنم بکنم توی هم که داری میبینی فکر شاید میگم تو کامنت بنویس با دلیل، بگو نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، با هم صحبت. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. من استرس هستم. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، سی یو لیتر.